او بخشون که خدای پنامه او پدی هله چی په ګران افغانستان کې سوله پرمختګ او نوې ژوند را مخته سي د نن ورځې د خلکو ژغ یا صدای مردم خبرونه د اریانا افغانستان د نړیوالې شبکې د سان فرانسیسکو د ستودیو څخه ستاسې و درندو حضور ته وړاندې کوم. ګرانو مشرانو، وړونو، خویندو او د دې خپرونې درندو مینهوالو او لیدونکو او لیدونکو، زما د مینې ډک سلامونه، نیکې هیلې ومني. خوشحاله یم چې بیا هم د جمعې ورځ ده او ستاسې په خدمت کې یم. نن د 2019 کال د لیندۍ یا د جج د میاشتې 14مه چې د 2021 عیسوي کال د جنوري د لومړۍ ورځې سره برابره ده. دا نوي کال یا د 2021 عیسوي کال زما لومړۍ برنامه یا خپرونه ده. هیله ده چې تر کال تر اخره پورې وکړی سم چې ستاسې په خدمت کې یم. خدای چې تاسې ته او موږ ته ژوند راکړي چې دغه ایماني او وجداني وظیفه دا مطبوعاتي وظیفه چې زما په غاړه ده او مینه اوسمزنګونهمویکلازنګنهځین د خپرونو په سر کې غواړم چې د 2021 عیسوي کال د راتګ په کبله تاسې ټولو لیدونکو او لیدونکو دوستانو او وړونو ته چې ما ته مو د فیسبوک د انسټاګرام د ایمیل او د ټلیفون له لارې مبارکي راکړې دي او دا له ځان وظیفه بولم چې تاسې ته هم د نوي کال مبارک ووایم. نوي کال مو مبارک سه، نوي کال مو د عیسوي کال مو نیکمرغه سه. په دې هیله امید چې د 2021 کال په نړۍ کې او په ځانګړې توګه موږ په ګران ویاړلي دربدلي ځورېدلي افغانستان کې د سولې، پرمختګ، ازادۍ او د جګړې د ختم کال وي. موږ نور د 2020 کال ناخوالې چې زموږ په ګران هیواد کې ترسره سولې په 2021 کال کې ونه وینو. په دې هیله چې په 2021 کال کې زموږ په هیواد کې بمونه، انتحاري عملې د ځوانانو، سپینژورو، کوچنیانو، میندو او خوندو وژنه ونه وینو. په دې هیله چې زموږ په ګران کې، په ګران هیواد افغانستان کې سراسري صلح، ورورۍ، برابري، ملي یووالی رامنځته سي. په دې امید چې افغانان په خپل منځ کې هغه پخوانۍ تربګلۍ، دښمنۍ ته د پای ټکی کښیږدي او ټوله په یو لاس او یو آواز د خپل ګران او ویاړلي افغانستان، د ځورېدلي افغانستان، د کړېدلي افغانستان د پرمختګ، ازادۍ او پراخچا په هکله یو بل ته لاس ورکړي. ټول قومونه، پښتون، تاجک، ازبک، ترکمن، زه ګرچې علاقه نه لرم چې دغه قومونه نام واخلم، زه ټول افغان پیژنم. د یوه افغان تر نامه لاندې د افغانستان د تور، سور او زرغون بیرغ لاندې متحدانه په هر ځای کې چې سره یو سي او د افغانستان د پرمختګ دپاره لاسونه سره ورکړي. دغه زما هغه د نوي کال هیلې دي. تېر کال خو ښه کال نه و. له یوې خوا څخه دغه نړیواله اوبا د 2019 په نامه سره چې زموږ په هیواد کې او په نړۍ کې انساني ژوند سره وپاشي
ایک ساجی ون ون جسر گڈ وٹ کی فرهنگی او کلتوری فعالیتونه لمنځه یوړله دینی او اسلامی مسائل سره لیرې کړله. دغه د اوبا یا کویت 19 مرض چې د 2019 کال د 2019 کال په وروستیو کې پیدا په 2000 کې انکشاف وکړي، په 2000 شل کې انکشاف وکړي، او په دې هیله د لوی رب څخه تقاضا کوم چې په 2021 کال کې دغه د اوبا مرض زموږ له سره د افغانستان د زوریدلو خلکو له سره او همدا ډول د نړۍ د ټول نړۍ څخه د ټوله بشر څخه نور ورکي، او په دې هیله چې موږ د یو نوي فکر، د یو نوي هوډ او د یو نوي عزم له لارې د خپل هیواد او خلکو په خدمت کې یو. تل دې وي افغانستان ژوندی، دې وي د افغانستان خلک، تل دې وي ملي یووالی، تل دې وي د افغانستان ټول قومونه، تل دې وي افغان ملت. ګران وروڼو، دغه زما یو مقدمه وه چې د نوي کال په هکله مې د پتن په خوله کې رالله او مغز کې رالله او ستاسو سره مې شریکه کړله. که مې کوم اشتباه کړي بخښنه غواړم، خو پار ترتیب انسان غیر وخت چې دغه د هیواد مسایل، د مملکت مسایل، د افغانستان مسایل، د خلکو مسایل چې د سړي په مغز کې راځي، په ژبه بیانېږي، او په داسې یو وخت کې چې هغه په ټلویزیون کمرې ته ناست وي، جهان جي ویني، نو ځینې هغه انساني او بشري احساسات غلبه کوي. دا ټوله د هیواد او خلکو دردونه دي، د خلکو او هیواد سره مینه او علاقه ده چې زه پوهیږم چې موږ تاسې دغه ټوله دغه احساس لرو. زموږ ګران افغانستان په ډیر بد حالت کې قرار لري، د ډیرو بدو مفسدونو، جنګ سالارانو، د قدرت د مافیاو او د وږو تږو چارواکو په لاس کې دی. د دې د خلاصون دپاره موږ تاسې د یو متحد افغانستان لارې کولی شو چې داسې یو راتلونکی افغانستان جوړ کړو. سیاسي کال نوې ورځ د ما زیات غوښتل چې موږ تاسې د اختر مبارکي، د نوي کال مبارکي ووایو، خو هلته چې زه به یو دوه درې کوچني خبرونه تاسې سره تشریح کړم، بیا به تاسې ته موقع درکړم چې زنګ ووهئ، خپله په دې پروګرام کې برخه واخلي. هغه مسالې د سولې دي، تاسې خبر یاست چې تقریبا د دې میاشتې د جنوري په 15 نیټه، یعنې 4 ورځې وروسته، د کابل هیات ځي دوحې ته، او هلته بیا د طالبانو سره د هغه اجنډا له مخې چې ټاکل شوې ده، یعنې پر اجنډا باندې فیصله شوې ده چې په هغه کې هغه څو مسایل دي. خو فکر کوم چې هغه عمده مسایل حکومت د اوربند جوړ راوستل دي چې په اول په قدم کې باید په افغانستان کې اوربند راسي. دا د حکومت هغه اولی او لومړی شی دی چې د افغانستان خلک یې هم غواړي. او دوهم موضوع فکر کوم چې دوی غواړي چې دوی وایي چې په افغانستان کې باید سوله او آرامي راسي، او طالبان بیا هم پر هغه سیاسي نظام یا پر هغه اسلامي نظام باندې پافشاري کوي. طالبان وایي چې وایي که چیرې تر څو چې دغه اسلامي نظام یا هغه نظام چې دوی غواړي په افغانستان کې د حکومت سره ونه مني، یعنې د دې مقصد دغه دی چې دغه اوسني چارواکي چې اشرف غني و امرالله صالح و دا دانش و دا نور کسان چې دي، دا باید د وخت څخه لیرې سي. او د حکومت خلک په دې بهانه د جمهوریت په نامه سره غواړي چې په دغه واکې پاتې سي. خو دا دواړه عنوانونه دي، جمهوریت هم د دې لپاره چې د افغانستان خلک په یو رقم ځان ته خوشبینه کې جمهوریت بیرغ پورته کړی دی، او طالبان هم خپلو خلکو ته چې دوی وعده کړی دی چې موږ په افغانستان کې امارت راولو، دوی هم مجبور دي چې خپلو خلکو ته یا خپلو ملګرو ته یو رقم قناعت ورکړي. او د افغانستان حکومت هم په دې حساب سره د قناعت په خاطر سره د جمهوریت خبرې کوي، ولې په افغانستان کې موږ د جمهوریت اساس اثار نه وینو. ګډوډي دي، غلاوې دي، چور دي، لوږه ده، بیکاري ده، قانون نشته، قانون حاکمیت نشته. نو دا د جمهوریت فقط یو نوم دی، هر ترتیب دغه مسایل دي. نو بله خبره خو ده چې دغه تاسو وګورئ، دغه د صحي وزیر یا د روغتیا وزیر یو رئیس جمهور نشي کولای چې د روغتیا وزیر لیرې کړي، او دا د رئیس جمهور صلاحیت دی. څو ورځې مخه اصلا د روغتیا وزیر مې وایي چې وایي ماته ما استعفا نه ده کړې، ولې رئیس جمهور ماته ویلي دي چې ته استعفا وکړه، بیا وروسته یې ماته مکتوب وکړه چې ته موقوفه یې. ای یک نزاکت است،
وخت کې یک مقام میخه کې کسره برطرف بسازه از اونا اول خواهش میکنه که شما خودتان استعفا کنین. یعنی برای ازو یک ابرو میده. این چیز نو نیست. ای در دهه دموکراسی در وقت نظام جمهوری همیشه ما و شما میشنیدیم که سیر اعظم دکتر محمد یوسف مرحوم از مقامش استعفا کرد. ولی اگه استعفا نو اگه برطرفی و مگر پاچه نگوشت چی نوشته که تو برطرف استی. خپل به ورته وویل چې سیر اعظم صاحب وخت شما پوره شد نتانستی لطفا استعفا نوشته کو. یا هشام میوندوال هم مرحوم میوندوال هم په دغه شکل سره او دغه نور سیر اعظمان هم په دغه شکل سره. یعنی دا خپل به پاچا ورته وویل چې ته استعفا وکړه ځکه د نه غوښتل چې د یو شخص دغه مقام ته یو صدمه ورسېږي چې دی موقوفه سو د موقوفو او د استعفا ترمنځ یو توفیر دی. ولې دا خپل اشرف غني ونه غوښتل چې دته داسې یو د دې موقوف په نامه سره د چوکۍ څخه لرې کړي د چولته خپل استعفا وکړه تاته به یو ابرو پیدا سي خو دا کار دا ونه کوي بلاخره د دې موقوفه کوي. ولې مهمه دا ده چې د روغچا وزیر د نور عطا محمد نور لخوا څخه پیشنهاد شده بود بایسی وزیر صحت عامه. وقتی که عطا محمد نور از اشرف غنی پشتیبانی کرد اشرف غنی دو چوکی یا دو مقام در کابینه خود با عطا محمد نور وعده داد، یکی وزارت صحت عامه یکی هم وزارت شهرسازی، که در وزارت شهرسازی با اساس گفته خود عطا محمد نور برادر احمد کرزی به نام محمود کرزی و در وزارت صحت عامه که قبلا حکی عبدالله بود ایرا با عطا محمد نور صلاحیت داد که کسی را به یه وزارت معرفی کنین. عطا محمد نور همی شخصی به نام نامیشه به خیلم است احمد جواد عثمانی را به وزارت صحت عامه معرفی کرد. بلاخره به اساس بعضی اختلاس و بعضی گپای که دوزار سیعت آمد شده اشرف غنی خواست که ایر از مقام برطرف بسازه و ایر به خودش موقع داد که تو بگو که ما استعفا کردیم که برایت یک ابرو پیدا شوه. ولی وزیر صاحب نزاکتا را نپامیده نمیفهمه که تو نزاکتا هسته باید امیر قبول میکرد و بلاخره ده موقع پکی. ولی خبر داده چی عطا محمد نور یو عکس العمل ښکاره کړی دی د نن په ټویټر کې لیکلی دی نوشته کړی دی چې شماره یک پرمانی شماره یک عطا محمد نور ما در برابر هر اقدام پیش از حکم محکمه از پیش از حکم محکمه عادلانه و اثبات حقیقت و در نتیجه تصامیم عجولانه حساسیت برانگیز اهانت امیز و مبتنی بر عصبیت قومی و به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد با بهای سنگین پاسخ میدهیم. تصامیم بعدی در اعلامه مطبوعاتی نشر میکردد. دا عکس العمل دی چې عطا محمد نور د اشرف غنی په مقابل کې دغه سیاست عامه د وزیر په اکل ښکار کړی دی. نو وګورو چې څه به کیږي. فکر کوم چې بیا هم د اشرف غنی او د عطا محمد ترمنځ به دغه وزیر په هکله اختلافونه پیدا سي او بیا به یو څه ګډوډي پیدا سي. دا بله خبره. بله خبره د کابل د ښاروال لیري کول دي دغه بخښي و معرفي کول دي ولسی جرګې ته. زه د قانون لحاظه ولسی جرګه خپله یو تقنینیه یا مقننیه قوه ده. دی حق نه لري چې یو څوک مستقیما و ښاروال دغه ته و محکمې ته و څارنوالۍ ته معرفي کړي تر څو چې پر یو چا باندې جرمی اسناد ثبات ونه لري. دا اوس دازه چې د کابل ښاروال دی په دې بهانه چې دا ونه کړای سوای چې دغه لوی لوی بلډنګونه چې جوړ شوي دي دا باید له منځه وړي یوسي. په ښار کې د نرخ او دا شان برابر مخنیوی نه دی کړی. نو په دې جرمه د یو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي او زه فکر نه کوم چې دا قانونی شکل ولري. اول د یو چا په هکله باید دی جرمي اسناد و جرمي مسایل برابر کړي او هغه پولیس ته وسپاري. پولیس بیا په څارنوالۍ ته وسپاري. په دې هکله دا اوس داځي یو اعلامیه نشر کړې ده چې
چې دا هم قابل ده ویلو ده چې تاسو سره شریک یې کما وای داود سلازی په خپل ټویټر کې لیکي دوزیهای وکیلان را بلمالا می سازم و ما گودی دست وکیلای به مسئولیت نیستم. داود سلطازی شهروال کابل در گفتگو با صدای امریکا گفت است که ولسی جرگا حق معرفی کسی را به سالوالی ندارد و به خاطر اینکه دوزیها و بلند منزلهای غیر قانونی وکیلا را برملا می سازم می خوان به عنوان ابزار فشار استفاده کند. آقای سلطانزوی در ادامه ابزوده است که ما گودی دست وکلای به مسئولیت نیستیم و دموکراسی هم به معنی لجام گستخفگی نیست. دا هم دا داود سلطانزوی جواب دی و وکلانو تا نو دا آقا مسائل و چی تای سریم شریف رل نور نو کتاسی هم غالی چی پجی پروگرام که برخوا وکی تلیپون وکی بس ساسی دا کتا با هم وکمان یو څوک په نامه د شاه حسین مرتضوی چې دا پخوا د جمهور رئیس د سخنګوی معاون وو او اوس فکر کوم چې مشاور دی د لیکلي دی چې سال 2020 به اختر نور چې نمیږي عطا احمد نور بلې جمهور ختم شد دا دی همیشه داسې یو رقم شان لیکي بله موضوع د پدرام او د امرالله صالح ترمنځ هم داسې یو تبلیغاتي ووایم یو سوړ جنګ را روان دی امرالله صالح چې د جمهور رئیس مرستیال دی دی هم غواړي چې ځینې نوي کارونه د سهار د شپږ نیم بجو در جلسې تر نامه لاندې یا د امنیتي میثاق تر نامه لاندې سرته ورسوي په دې کارو کې اوس پر دې ناکامه دی کومه نتیجه نه دور کړې دغه وحشي د کابل ښار دغه امنیتي چارې په غاړه اخیستې دي غلا انسان وژنه ترور زیات شوی دی همدا ډول د پرون فکر کوم چې لطیف پدرام چې د پخوا د بدخشان څخه په ولسي جرګې کې وکیل و د کور د مخه یې دغه ځینې هغه لارې بند دیوالونه چې لارې یې بنده کړې وه د ایسته کړي دي د عکس العمل ښکاره کړي دي چې اول باید خپل امرالله صالح د خپل کور مخ خلاص کړي هلته هم ډېر زیات دیوالونه دي نو ده هم ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړي دي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې علاوه په دې چې د طالبانو د حکومت جنګ درمنځ جنګ دی په داخل په حکومت کې د سیاسینو د حکومتي چارواکو منځ کې هم شدید اختلافونه وجود لري در اوس پورې دغه د سولې په خبرو کې تاسې وینئ چې په حکومت کې یو لاس و یو آواز نشته دغه هر نفر چې د کابل د خوا څخه د سولې باید ټاکل شوی دی هلته دوه ګروپه دي یو ګروپ یې په اشرف غني پورې اړه لري او بل ګروپ یې هم په دغه تر اوسه پورې پر عبدالله و په محقق و په خلیلي و کرزي و دا خلک پورې اړه لري هر یو د خپل ځان لپاره اجنډا لري ځینې د جمهوریت سره همغږي دي ځینې د طالبانو سره همغږي دي طالبانو حکومت ته نږدې دي حتی دوی نه پوهېږي که چیرې سوله راځي د سولې وروسته په افغانستان سره کم یو حکومت وي سره کم یو رژیم وي سره کم یو قانون وي درست پورې دوی داسې یو مشخص اجنډا نه لري حتی عبدالله چې د سولې د عالي جرګې د رئیس په توګه مقرر شوی دی دی درست پورې په دې باندې نه دی بریالی شوی چې دا د سولې د شورا ټول تشکیل برابر کړي تنها یو څو نفر یې د سولې د عالي شورا د هیئت مجرا یا هیئت رئیسه په نامه سره چې په هغه کې ما پخواني څیرې هغه تکراري څیرې دي دا بیا معرفي کړله نو دغسې ګډوډي په افغانستان کې بیا هم دوام لري نو زه هیله لرم چې په 2006 کال کې 2008 کال کې په افغانستان کې دغه عیسوي کال شروع کیږي دغه ناخوالې او دغه دربدري د منځه ولاړې شي از برنامه ما تقریبا یازده ماه میشه و ما از دوستا از رفیقای خود از دوستای خود از خویشاوندای خود بسیار زیاد ممنون هستم که ما را بسیار زیاد که ما هیچ فکر نمی کردم با ما کمک های مادی و معنوی خو همیشه اون پروگراما ایسا می گیره و تبصیره می کنه و پروگراما سپورت می کنه ما را از طریق مادی بسیار سپورت کده و ای سپورتی برنامه سپورتی همی صدای مردم است صدای افغانستان است اخری چیکی سال گذشته و اولین چیک سال نو تقریبا $250 است که ما دیروز دریافت داشتم
برادر عزیزم محمد حسینی پرمولی انجینیر صاحب کپتان صاحب پول شما چک شما که 2250 ڈالر است دیروز گرفتم که ای توپا هم خوب است شما یک شخص نیک هستین هم سال گذشته است و امروز سال نو است که به شما اطمینان دادم مبلغ 250 ڈالر چک شما را گرفتم و ما را انشاءالله تعالی به مرور به ترتیب در مصرف این برنامه دیگه دارم کوردی 91 نگاه میکنم و این کوردی 91 که ما انشاءالله تعالی و کوردی که در افغانستان است کورد نیست این کوردی انشاءالله تعالی بسیار با ایمانداری و با چیزی حفظ برای برنامه مصرف خواهد شدن اوس نو که تاسو هم ګران دوستان غواړئ چې په برنامه کې برخه واخی زه ستاسو په خدمت کې یم دا بل خبره متاسفانه مخکې مې خبرو کې واورېدل چې بیا هم دغه د خبرنګارانو ژورنالیستانو وژنه په افغانستان کې ادامه لري دغه د افغانستان دښمنان غواړي چې دغه د مطبوعاتو ژبه د مطبوعاتو اواز خاموشه کړي دوی وبیری دغه مطبوعات چې دغه نشرات چې دغه رسنۍ چې دغه د افغانستان اوسنی ویجاړي د افغانستان دغه اوسنی کړاوونه دی افشا کوي خلکو ته یې رسوي ولې دښمنان غواړي چې د دې اوازونه خاموشه کړي دغه نن مې واورېدلې چې د بسم الله عجل ایماک په نامه سره چې د غور د راډیو د غږ مسؤول مدیر و په غور د پیروسکو په ښار کې بیچاره تر شوی دی دا ډېره بده پیښه دي او حتی ویل کېږي چې طالبان اعلان کوي چې په دې کې موږ لاس نه لرو هیڅوک مسؤلیت نه اخلي دغه هدفي وژنې دغه هدفي وژنې چې تاسو په افغانستان کې ویلي دا هدفي وژنې په دا معنا دي چې پخوا به انفجار کېدی یو بمب ایښوي یا بیا یو انتحار کېدی سل 1500 کس به وژل کېدله ولې هدفي وژنې دا دي چې یو مشخص نفر په ګوته کېږي او په ده پسې یوه میاشت یوه اوته درې ورځې څلور ورځې نفر پسې چې دوی سره کوم د منځه یوسي هغه مشخص نفر یا مشخص وزیر یا مشخص معین یا مشخص خبرنګار یا مشخص ژورنالیست دې ته هدفي وایي چې هغه نفر یې بیخي هدف معلوم وي په کندهار کې هم پرون یو عسکري پیلوټ یو ځوان دا ووژل شو دا په یو وخت کې دوه زنګ راغلل خپاته چې زه به دا بله سلام علیکم. سلام علیکم آقای الفکی. و علیکم سلام. میترام خدمتتون تقدیم و خوب شد که گفت دادین سر میکشتار که در افغانستان میشه مردم بیگناه خصوصا خبرنگارا. بله بله. و دام ادامی تامین از یک سوال داشتم از شما نظر شما رو میخواستم که از روزی که امرالله صالح معاون امنیت شده بیکشتاری یا تقریبا از دبلم تریپل شده یا تر شده و یک فرد گفت که بخاطر که امرالله صالح بر ضد طالب با پاکستان است اما اگه درست باشه خیلی چرا یا تنها کسایی را میکشن که بر ضد حکومت گپ میزنن از نگاه امی عقلی درست با چی نامه امیر از شما اگه سرش تبصره کنیم و بخاطر این مردم بیچاره ما روز به روز که روزی نمیبینیم همه امروز دفرا گفتی نکز کشته شد بله تشکر تشکر شما تشکر شما به فکر ما اول امی مسئولیت امنیت کابل که خود امرالله صالح گرفته ای کاری صحیح نبود اونا معاون رئیس جمهور است مقامش بلندتر است ما وزارت داخله داریم وزارت امنیت ملی داریم کماندانی امنیت کابل داریم و تقریبا چندین حوزه امنیتی است خو طالبا خو مخالفین طالبا هر کس که باشه اونا کوشش میکنه که در حکومت در افغانستان گروهی بیاره تا مردم در مقابل دولت بخیزه در وقت مجاهدین ما اینه که بود مجاهدین بسیار کوشش میکرد که مردم امنیت خراب کنه و مردم مخشوش بسازه این کار بکنه ولی امنیت یکی از وظایف مردم حکومت با اساس قانون اساسی افغانستان امنیت مردم ملت است ولی حکومت بسیار ناکام است از روزی که عبدالله امرالله صالح آمده امنیت خرابتر شده آدم کشی زیاد شده چورچ پاول زیاد شده حتی ما امروز دیدم در فیسبوک که از یک خانم دست کلشان یک دوز آمده و روزی کرده این ناکامی دولت است و یک پاکستان میخواه زیادتر و را بدنام ستبان نمی کار میکنه
ولی طالبان یا پاکستان در این مسائل دستاشنی خود رد کرده. در داخل حکومت هم چندین دست است. در داخل حکومت هم بعضی کسایی است که از مقام ها از شوکه های بلند اونا برکنار شده، اینا میخوای امنیت افغانستان خراب کنه متاسفانه. بله سلام علیکم. محترم متکی سلام به شما و به همه میرسانم. و علیکم سلام، مهربانی کنید صاحب. سال نوی سیر به دینداران راستین تبریک میگم. چرا؟ عیسی مسیح هم متکی صاحب پیامبر ماست. از دید قرآن لا نفرق بین احد من رسولی، بین رسولان فرق نیست. از بارگاه خداوند امیدواریم که سال جدید سال آزادی و حریت باشد، از شر قاتلین خارجی و نوکرایش نجات یابیم، افغانستان سرنوشت خود برست فرزندان واقعی خود بده. اوتگی صاحب عزیز، در سال نو باید ما خود را نو بسازیم، خانه تکانی درونی بکنیم. شما اوتگی محترم بالای مسائل متنوع صحبت میکنید، من خودم درست فکر میکنم برای 3 دقیقه گپ زدن. در برنامه سه‌شنبه آقای مسکیاد یک نفر آمد 2.5 دقیقه وقت خواست و 3 مرتبه بیشتر در برنامه تکراری گذارد. مسکین یا برش گفت که این حرفای تکراری است. نفر دوم آمد گفت مشکلات وطن شد از 45 سال قبل دارد و این گپا. آقای مسکین یا برش نگفت که آقا تو برابر توانایید گفت بزن، تو چی کاره، تو کجا، آنها کجا، و خود مسکین یا هم کشیده شد. تحلیلگران خود دارن، اونا رو اجازه بدید تا چیز بفهمیم. این مسائل برنامه ها یک عالم مطالب از تحلیلگران خوب میگیریم. و تکی سب اسپانیا دومین امپراتور جهان است، دروازه های انگلستان رو میکوبید. انگلیس ها جنگ داخلی داشتن، مردم دو وفاداری داشتن، سیاستمدارانشان دیدن که انگلیس نابود میشه، جلسه کردن، شمشیر به پاچا دادن و کلیسا را مسئول تربیت اخلاقی جامعه کردن. انگلیس غلبه کرد در اسپانیا، طلاهایی که از پرتغال هم گرفته بود اونا را هم آورد و بعد جهان را تسخیر کرد. اما انگلیس ها در افغانستان این کار را نکردن به هدف استمرار جنگ و نابودی وطن ما. ملا را در دولت شریک کردن. حال در دولت ما بیش از 16 وفاداری است. تا شمشیر به پاچا داده نشه و ملا به کارهای اخلاقی و تربیتی نپردازه، به خوشبختی نمیرسیم. سپاسگزارم از شما. شما وقت دارید. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. بفرمایید صاحب، شما در سیر الپون زنگ زدید. بفرمایید صاحب، شما پیشتر زنگ زده بودید. سلام علیکم، خوب هستین؟ مهربانی. سلام علیکم، مهربانی. خواستم کار توسط پروگرام شما و سال نو بر خود شما، بر فامیلتون و بر تمام کارکنان تلویزیونتون مبارک بگویم. مهربانی. و آغاز سال نو برای افغانستان و مخصوصا بر مردم بینوای افغانستان سال خوش و آرام و جانجوری باشون بخواهیم. آمین. تشکر، تشکر دید. سلامت باشه، به شما مبارک باشه، به تمام مردم افغانستان مبارک باشه، به با امید یعنی که سال سور و آرامی و انکشاف و تمدن باشه. مهربانی. سلام علیکم، مهربانی. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. معروف صاحب پخیر علیس، مهربانی. اوکی صاحب، تاسو ده پخیر و سیز لمره ایسوی کال طول و درنو و تنوالو تا تاس و تا استاس درنه کورنه تا او دنره طول و انسانانو تا مبارک او ده خجوان ده سول او انسانیت پا چوکات که غوارم. آمین. که اجازم وی گرانو تکی سب تاسو دیر خی خبری او کرد او ز استاسو د فرمایش په حساب دوم را عرض کوم چې دغه خبرې چې تاسو کړې دا تربګنی او دغه تخریب او یو بل نه منل، که مونږ د دغه تلویزیون نه اول دا شروع کړو چې دا دوستان راځي یو بل ته درناوی نه کوي، یو بل تخریبوي، یو بل ته پکاوی کوي، که د دغه ځینه شروع کړو چې مونږ یو څومنو دلته نه چوکۍ شته، نه مقام شته، نه دولت شته، نه کوم امتیاز شته، فقط دغه تلویزیون زمونږ د زړونو هغه بغاري راوباسي. دغه تلویزیون چې مونږ هغه خپل غمونه یو د بل سره شریکوو، که په دغه ځای کې مونږ شروع کړو د نوي کال سره، نو زه فکر کوم چې دغه به یو ډېر ښه نوی پیلامه وي د
د خجوان د پاره د ورورولۍ د پاره د خورولۍ د پاره د یو بل د منلو د پاره د یو بل درناوی د پاره او د افغاني ټولنې چې په غرب کې اوسېږو د وحدت او د هغوی ترمنځ د یووالي د پاره به زه فکر کوم چې ډېر ښه ارمغان ولري او ډېر ښه پیلامه ولري. دا زما یو اجازه م مسائل ډېر ګرم شوي په افغانستان کې هوتکي صاحب د ښاغلي مولا عبدالغنی برادر تک پاکستان ته چهار ځلې پاکستان ته ځي هلته مشورې کوي د خپلو مشرانو سره او هم د پاکستان د مقاماتو سره چې د دې نه موږ انکار نشو کولی چې پاکستان د افغانستان په مسله کې په دې څلوېښت کالو کې د غرب د خوا نه مامور شوی ده او هغه ته ډېر صلاحیت ورکول شوی ده او پاکستان زموږ په سرنوشت کې یعنی دخیل ده. دې نه انکار نشو کولی. دا په دې معنی نه ده چې زه دغه طرفداري کوم. دا یو حقیقت ده او پاکستان سیاستونه ټولو موږ تاسو ته بربند دي. مګر دا چې مشر مولا صاحب عبدالغنی برادر د مریضانو یا د زخمیانو د تداوی په نامه باندې کراچی ته ولاړ دغه تر شا زه احساس کوم چې نور مسائل پراته دي. اولته د نورو ممالکو مخصوصا د چین سره د هغوی اړیکې او د هغوی خبرې او د افغانستان د مسایلو په هکله د چین ملاتړ زه فکر کوم چې پروت وي. نو په هماغه اساس باندې کله چې ملا صاحب برادر د غزې ناراضي د دوی موقف لا نور پیاوړی کیږي دا احساس کیږي او هغوی په هماغه خبره کلک ولاړ دي چې په افغانستان کې موږ اسلامي نظام غواړو او تر څو چې اسلامي نظام د دوی منل سوی نه وي هغوی اوربند نه کوي او دا اوربند یوه بهانه ده. کاشکې اوربند دایمي وي خو اوربند کول موقتي اوربند د جګړې لا تداوم سبب ګرځېږي. که چېرته د کابل اداره غواړي چې په رښتینې شکل دغه انتقال دغه ناخوالې دغه جګړه دغه ورورزنه دغه خوروزنه دغه بربادي د منځه ویسي فقط ډېر ساده او هغه دا ده چې د کابل حکومت د استعفا ورکړي او د هغه د استعفا سره سم زه په دې اطمینان لرم چې طالبان تشکر معروف صاحب محترم تر سوچ دغه ونیسي یو که یو د قبل اجازه راکړي محترم هوتکي صاحب چې دغه خور یو پوښتنه وکړه دغه هدفي وژنو په باره کې. دغه هدفي وژنې تاسو ګورئ چې موږ واورېدل چې دغه خلک چې وژل کېږي دغه ټول د حکومت ضد خبرې کوي او ډېر فعال دي او ډېر حکومت ته بد وایي. نو دا څنګه کېدلی شي چې طالبان دوی ووژني؟ او طالبان همیشه هوتکي صاحب تاسو هم شاهد ده ټول نړۍ هم شاهد ده چې یو کار کوي د هغه مسؤلیت اخلي. او کله چې ما د قطر د دفتر سره په دې هکله خبرې وکړې هغوی وویل چې موږ په هیڅ شکل دغه کار نه ده کړی او نه یې کوو او که موږ یو کار وکړو موږ هغه دغه مسؤلیت اخلو. نو هوتکي صاحب تاسو ته وړاندیز کوم ولې تاسو د دغه طالبانو د مشرتابه یا د طالبانو د قطر د دفتر یو غړی نه راووللی چې دلته همدغه مسایلو باندې خبرې وکړي او د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي؟ یوه نړۍ مننه. زما پروګرام معروف صاحب یو ساعت یې نو هغه ډېر دغه غواړي بیا دوست پیدا شو زه هلته پېژنم یې راوستلی یې سم هغه مشکل څلوېښت دقیقې چې ډېر صحیح دی خیر ده موږ به بیا حکومت دغه به یې وکړو دا سپانسر به یې کړو دوستان شته ده چې سپانسر یې کړي دا به ښه وي چې دا رڼا په دې واچوي ځکه اوس طالبان هم د افغانستان د مسلې ډېر اساسي خوا ده او د جګړې اساسي خوا ده او د سولې اساسي خوا ده او نړۍ ورباندې حساب کوي که دوی دلته راشي دغه یو نیم میلیون افغانان چې په بهر کې دي د دوی خبرې واوري دا به ډېر وزین وي. دوستان بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. وعلیکم سلام. سو کیا صاحب مهربانی بله شکر سلامت باشین زنده باشین. سلام علیکم. خیلی سلام. بله مهربانی از کجا کپ میزنی صاحب؟
جرمنی از شهر فرانکفورت. مدک صاحب مهربانی رو کنید، مهربانی کنید. خدمت بندگان عزیز گرامی دوست داشتنی، شاید من این مسئله آقای امراسالی شاید این اقدامات که اینا پیش بردن در کابل، جایی که میخواین چه تصفیه کنن پاک کنن و شاید اینطور مسئله عدایی مسئله شاید اگر ما نظر اندازی کنیم، چون افغانستان از مملکت کنانانیسون نداره زودتر کجا رو یارا پاک میکنن. بخاطر از این که ملت افغانستان هرچی برش بگید دوباره اینمیجی همین دبنگ نمانیم کراچی نمان فردا پس همون جمعه هم او بیچارا کجا برای وردت سه او بیچارا کجا برای وام کجا برای وام نمی خواری و زندگیش همی تبنگ است دیگه و باتر چی بکنی که آه سهب همین خدمت شما عرض کردم که این فعالیت میکنم اگرم نتیجه نمیم نه خود خدا این کارا ثابت کنم شما شما صحبت کنیم گوش میکنم سهب مربانی خود جب سهب اون بیچاره اونمی تبنگش هست عیالش هست خانواده داره خانه کرایی داره بسید که یک نفر گرسنه است دفتر حمله میکنیم اما لغمه که بدستش هست چور میکنیم همتون بلا برسد؟ بله بله سایی صاحب بخیر معقول آقای تکلیف صاحب در دیرشی مقبول شما را خمار بخیر دیوانه کرده سال ما برای شما تبریک نازد عبدالخان هستم تشکر یعنی یورا برای تروان ادرس تروان کن صاحب امیر برای تروان کنم زنده باشه قیل صاحب مربانی او کسیم او تکلیف صاحب نوی کار نوی خبری کن موفق او سه برد ودان جامعه صحبت ترکیش نمی بدعمل ره اورم قیل صاحب دا یو دوه لاندې لار درو شو مګوره او ته کیسه دا د امریکا مشهور چې غنی عبدالله کرزی دا د امریکا مزدوران بله دا غنی عبدالله کرزی دا د امریکا مزدوران د حکومت نشي رولای دوه رګ لري نو فاروق اعظم امانت قاضی صاحب دا خو د بل د پرم تک دی نو دا دې تاسو تاسو خبرې کوي صاحب اور فاروق اعظم محمد دارترین سابق دارترین پرماتواتنی جامعترین یا مجاہدی تا ایوراس کو دروغ آرے شلزر نپارے کچو نپارے تر بیاکڑی دی تیار مجاہد کا بیند رے پا تمام آجاورے سے دروغ آرے مرکاو سے روکے سے قنادر کی شو حکومتداری سمیں کی لی اپا دقی شو دقی شو آنک شی خبری وکڑے لے لے داغا جواب دروس حکومت نے دیو کر جو وام خبر دا بے ولی ساس حکومت کم طریقی جو نارم ترین ولائی تی نلس کاری بخواوی لیوے طالبان ته دیوار کې bale او نارام درې ولایت وړي ورکي څلور ساعت اختار مرکې شو دروازه د سار خلاص او ګرد جناتکارانو د پنشیرو د ارځای د اومه اجازه لري دا ولایت څلور ساعت پر ورکي طالبان ته نو هلمند ورکي کندهار ورکي کندوز ورکي بغلان ورکي نارام ترین بیا نو ګوري چې په څلور ساعت کې امنیت راولي کې نه راولي دا د امریکا مزوران دي دار زلان کې سپان په دنهره ته راځي او باشان دي دا د امریکا مشهورې د حکومت جوړولې ای فاستا درې سو ډالر چار ورځ مصرف لري په دغه سخت حال کې کومه کوم نه باید کومه کوم در سره وسی دا دوی نه لاري لري فاروق اعظم یا یو ولایت ورکی دیته کړی مرزه غنی دا به ناموسانو نو امانت ورکی امکان ورکی تشکر کوم سمته شکر ستاسو مهرباني تشکر سلامت وسی بلې ډاکټر فاروق اعظم ز پیژنم واکین یو ملي شخصیت یو پوه شخصیت یو مجاهد شخصیت دی د پیر سید احمد ګرانی د تنظیم رسیال وو واکین دغه یو ملي سړی دی او طالبان چې د اسلامي حکومت منظور د دې حاصل ادب دادی چې د اشرف غنی نه قبلې دا اشرف غنی صالح او د بل دانش او د اوسنی کابینه د دې نه قبلې په د دې اصلا د غنی حکومت څخه ادب دغه شي او د امریکایانو وعده سره کړی ده زه په دې فکر کوم نو ډاکټر فاروق اعظم فکر نه کوم چې د اوس حزب لري تنظیم لري آیا دې ته به موقع مساعد شي اوس خدای د طالبانو او د حکومت نمائندگان چې تللی دي هر نماینده امود 21 نفر کی در دو هر هفته اینا هر روز 350 دلار چی میگیره جبخش میگیره و قرار است که دائمی دور دوم اینا همی جبخش از نه تقریبا 400 دلار شوه هر روز برای هر نفر 21 نفر بله سلام علیکم محترم آقای اوتکی سلام احترام خدمت شما و تمام هموطن عزیز میرسانم و علیکم سلام سلام علیکم کبیر کنیم و علیکم سلام آقای اوتکی همین کن بگویم که تکدارای دین افغانستان و خائنین و آدم کشار همه مردم افغانستان نشناسند
در افغانستان تنها امی گروپ ها نیستن که زندگی میکنن. 35 میلیون داخل افغانستان نفوس است. بله. و هر کس حق داره که نظر بده که کی باید باشه کی نباید باشه. یک رئیس جمهور انتخاب شده وقتی میایه و ما در وقت امی انتخابات دیدیم که امی سران مجاهدین یا چی کارای نکردن در کدام گروپ ها هر یک دو روز باد یا چین میکردن گروپ های خدا و یا گروپ جدید تشکیل میدن. بله، بله. من خواهش میکنم از تمام هموطنان عزیزم که آقای ولی مسعود یک مصاحبه داشتن با آقای لشکری در پروگرام کاکتوس، وقتی که او رو ببینن باز شخصیت از اینا زیادتر بیان میشه. وقتی که یک وزیر تعیین میشه این برای همه ما ثابت است که در 20 سال هر کدام خیش قومای از یا میلیونر میشن، مثل این وزیر سرطامه. این واقعیت ها پت نمیمانند و ما بازم از قاضی صاحب و از آقای معروف خواهش میکنم بر ما دیگه تعریف طالبا را نکنین. طالب بر کلگی معلوم است که آدم کش و آدم خور است. مردم مظلوم افغانستان سالهاست که به قتل میرسانند. چرا میایین پشتیبانی میکنین؟ برای مردم ثابت است که در اون مملکت زندگی میکنن. ای که شما در کدام جریان سیاسی تشریف دارین ای به ما ارتباط نمیگیره. دیگه پشتیبانی از قاتلین افغانا نکنین که دل تمام مردم افغانستان در خارج داخل کشور زخمی است و بر زخمای افغانا شما دیگه زیاد او را در نتین زخمایشانه. تشکر و تشکر روز تشکر من زنده باشی. سلامت به صحبت های تنجسر علی بوده. بله سلام علیکم. آقای اوتکی بای خدای چی حالت نمی کار نمی خبرو نخانی کرزای عبدالعظم دیکای موزوان دای برای خدای چی حالت از خدا نمی ترسن کرزای بیشرف بیناموز برای خدا دهی سال نمی مردم می کشن راکتیار می پرارا برای خدا از خدا بترسن نکرار نکنین گناه دارا خدا حافظ بامان خدا بامان خدا تشکر شده باشی سلامت باشی. ای بیادر ما من پایم که بیرادر هست یا خوهر هست خوهر کس که هست یک روز به ما زنگ زد با این چیه که مرا قطعه نکو ما وعده کده بودم قطعه نمی کنم برو خیر است ولی نمی پاهم که خوب بارتر چی یک اشتراک کدم امی مصاحبه ما از ولی مسعود دیدم واقعا یعنی آدم اریان می مانه که اینا بخاطر به کدام رسیدن چی کاره ای نمی کنه به کدام در تک تک نمی کنه. در یک چندین گروپ جور میشه که با هم تاکی به قدرت برسه ولی متاسفانه اینمی افغانستان است، اینمی کسا است، اینمی جنگ سالار است، اینمی آدم است. مشکل افغانستان متاسفانه تنها طالب نیست، مشکل افغانستان در پالوی از یک طالب است. اینمی 200 جنگ سالار و آدم کش و کسایی که فعلا به نام سیاسیون یاد میشه و مردم کشتن، زدن، مالش چور کردن، پولش چور کردن و امروز در کابینه است، امروز به نام سیاسیون است. این هم یک مشکل افغانستان است. ما دو مشکل داریم اونده دیگه. اینیم یک گانه رایی که اگر به توکل خدا ما از همه خلاص شویم اما اشخاص ملی و روی قدرت شویم ولی بسیار مشکل است. بسیار مشکل است. ملت خلاصاله است، ملت صدا نداره، ملت بیچاره است، ملت غریب است. اینیمی چند نفر طالبا جنگ میکنه و اینیمی کسایی که فعلا در قدرت هست یا به نام سیاسیون از قدرت گوشه شده اون هم عین کار را میکنه. شما بین جنگ بین پدرام و امرالله صالح سر یک دیوال که یک دیوال از پیش روی خانه از نفس شده اینا چال داره؟ امکان داره اینا به یک جنگ فیزیکی تبدیل شوه یا جنگی که علی اخترهایی که علی عطا مندور برای جمهور میته خاطر برطرفی یک وزیر کی صلاحیت یک رئیس جمهور است از نظر قانون اساسی افغانستان با فرمان امیر جمهور مقرر شده. ای بیا کل از کنه امو کنه پمه که تو را بخاطر که حیثیت تو را نگاه کنه تو را گفته که استعفا بیتی. یعنی ما نمیخوایم که در رو اعلان کنم که ما تو را موقوف کردیم یا تو را برطرف کردیم. ای قانون اساسی در امریکا هم تو راست. در امریکا زیادتر کسای میگه وزیر دفاع امریکا استعفا کرد. هیچ وقت نه استعفا نمیکنه. او رئیس جمهور برایش میگه که تو را دیگه کار ندارم، دیگه نمیخوایم که امریکا تو خراب شوه، نمیخوایم تو را به نام از اینکه تو را موقوف کردم تو نالایق بودی، تو کار کردن تا نیستی. این خوبتر است که خودت نوشته کو که به رادیو تلویزیون و میدیا اعلان شوه که اینه به خوشی خود نظر و معذری سی خود استعفا کرد.
ما شما همیشه از افغانستان وقتای سابق میشنیدیم که پلانی وزیر نظر به معذری صحیح استعفا کرد. سیر اعظم محمد هاشم مندوال نظر به معذری صحیح استعفا کردن. تاریکی او برطرف شده بودن، یعنی حکومت پادشاه یا اونا را جواب داده بودن. وزیر صحیح همه اینه گپ است. و شما عکس العمل شدید یا عطا محمد نور در مقابل حکومت خودش این چیزی که طالب میکنه و اینا هم این کار میکنه. یعنی خودش یک گردوردگی میاره، این خودی حکومت از ضعیف میسازه. یعنی میعملون باید تکبیه شوه. این کارهایی که امرالله صالح میکنه هم از اکثر کارهای زنا قابل تکبیه هسته. تو چرا در کارهای وزیر داخله مداخله میکنی؟ چرا در کارهای وزیر کماندان امنیه کابل مداخله میکنی؟ این خودی حکومت از ضعیف میسازه. حکومت به چندین پارچه تقسیم میکنه. یا در مسائل شورای صلح شما ببینید که هنوز اشرف غنی و عبدالله به یک نتیجه نرسیده. اینا یک تعریف واحد در جمهوری صلح نداره، یک تعریف واحد در مورد جمهوریت نداره. سلام علیکم، در خدا مهربانی که در اینا افغانستان تلویزیون. بله تکی صاحب سلام علیکم صاحب، تاسو احترامات تقدیموم، د نوي کال مبارکي تازه تا و طول دوستان تا رندی کومه. ریحا سای محترم سلام علیکم، در اختر در نیوی کال مبارک سر بخیر، بس خوابه دی خونه بیر نبی رسو مر شو چه بخیر علی مربانی اوکی خوابه دی نیم سایب داد کرونا حالت تی سایب در دیر جد بدبخچانی چی دریان دریت اگر در سره خاموش کهی همداشی ده مربانی منتا استاسو در خبرو در نیوی کال در مغان پا قسمت که چی یو نوی کالی یو نوی نوی فکری، نوی هیلی، نوی بله یو نوی فا درشی خبرشی سر بله شما کولای شده افغان تاسو ده اتحاد و ده اتفاق و ده مسایده پا قسمت که خبری حکره ولی داد سلویخ کالا پینزوز کالا کیگه سر به ده خبری روان دی دیده پورا باید افغانان گرده متحدانه اول یو طول برابر که در دیده پاره چه سرخن یو طول و اسباب برابر شه چه دقیقه اتحاد و اتفاق و همدلی پا مابنز که ایجاد شه. بله بله. نو در دیده پاره من تاسه کوشش نکو فقط در شوارون سر در پشوار سرخونه کیگی سره که زو اقوالم که یو تعمیر آباد کم یو کار وکم یو در دقیقه پاره یو حرکت پکارده یو جستجو یو جادو جهت پکار دی سایبه چی باید وشه منطقه نکو سایبه صرف در خبره کو سایبه چی در کار به اون کو نو خدا یو کار کول در پار هم ریحاسم خو باید یو خبره وشه چی در کار باید وشه نو باید وکو خدا خود پیشنیادات خود ایر شوی دی خو منطقه مخالفتونه او در اندرستاندنگ یا پوهیدل دی یو بل سر سایبه دقه مشکل کار دی پا مخصوصا در دانشمندان و در دیر زیاد و خبره خلقو که ما بایست که متاسفانه سب دقیق اختلافات در نظر موجود دی وست در فعلا پر افغانستان که سب گرد سب ایساب که پر دولت او طالبانو بانده در حال چه دقیق مذاکرات نتیجه تن درسیگی او دقیق کشمکش جریان داری سب در گرد یو دشمنی در افغانستان در خلقو در پاره چه اقا واقعیت داری سب چه سالم حکومت ما بایست نرازی ترسو که خپل خلق دانشمندان او منورین در جامعه سره اوزای نشه اتحاد بنه که او یو پا بل باندی اعتماد بنه که دقشه بوجود نرازی او که دقشه ارسوک عدل خواهد کشهی او بلاخره سیبه در گر رسپانون گرد شلیگی سره او یو چه منس نرازی بیا هم بدبختی یو باطلاق یو پرتگا سایبه در افغانستان و بیچارو خلگت گوری سایبه چی پاوه که بلویجه ولی باید در کار بکو اما وست داشه دی که در مذاکرات صلح در خپدی مانا سایبه چی اسلحه و توفق پاید که دو در منطق جنگ باید بکو ولی حاضر در کار خو نکی گی علت در توفق جنگ روان دی در منطق جنگ در سره کمی روی صاحب دیست نو خو زده نقیزی و شیان دیسره خلاص خود دقیقه خبری خلاص ولی ریحا سای محترم مهربانی سای وقت بولین سای فقط ما اختل تبلیکی و اولانی که من مننه همیشه همیشه راسی بس تاس خبره کال و غوار مکور و ساوانه تاس خبره خبروانه در ریحا سای همیشه راسی و همیشه راسی خبره خبروانه مده بس نوی کال مبارک سا نوی هیلی نوی فکرونه
کور مودن سلامت باشید. حالا صاحب دغه طول دغه که یو دبل سره تفاهم وکړو دغه زمون ستاسو مالی ستونزم علیږي منطقه که یو دبل سره پوکو دغه مهمه خبره. بالکل تشکر ژوندی اوسئ. خو نو دغه پیشنهادونه دي دغه تلویزیون دي دغه خبرې دي ریاست محترمه عملی کار خو موږ تاسې نسو کولی نور عملي کار موږ شیش کولی سو موږ خو نه اوسه یو حزب جوړولی سو نه یو بل کوم داسې کار نن د افغانستان ټول مسایل د همسایه هیوادونو په لاس کې دي زیاتره د امریکا په لاس کې دي او دغه کارونه تاسې وینئ چې په دوحه کې دا کنفرانس روان دی یا دغه سولې خبرې روان دي دا د امریکا په د فشار په اساس سره دي نه طالبان د افغانستان حکومت مني نه د افغانستان حکومت طالبان مني نه خبرې سره کوي دښمني شته جنګونه روان دي مش تاسو خو ملت یو بل څه په واسپورنه یو بې وسلې ملت یو بې خولې ملت یو بېچاره ملت یو دربدره یو زورېدلې یو کړېدلې یو تاسو په افغانستان کښې وګورئ دا ملت بېچاره د لوږې مري بې کورۍ څخه مري د یخ څه مري خو دغه علت دی چې دغه څو کسه مخکې وویل چې داس دا څو نفره دي چې دوی عیش کوي نوش کوي مقامونه یې په لاس کوي زري موتران لري معاشونه یې لوړ دي د دغه سولې د جرګې هیئت چې د افغانستان څخه ودوهې ته تللی دی د دوی د هرې ورځې سفر خرڅ $3,500 دی $3,500 چې په جوش کې ضب کې د کاله د میاشتې شل زره نه پوهېږم څونه کېږي دېش د درې سوه د تقریبا دونه پیسې کېږي دا د هر نفر سفر خرڅ دی هغه هوټل و هغه ډوډۍ و هغه موټر و دا شان بیا علاده پرېږده چې دغه کسان چې دوی تللي دي په دوحه کې د طالبان د سولې خبرې کوي نو دې هر څه د سولې خبرې ځنډېږي هغه د دې امتیازونه زیاتېږي دی خو نور د دې کیسه کې نه دي دی په درو میاشتو کښې ونه کړی سولی چې دغه د سولې میکانیزم جوړ کړي چې سره کم باید موږ خبرې پیل کړو دا دې اوس به ولاړ شي زه فکر کوم دغه خبرې په میاشتو میاشتو ادامه پیدا کړي نه د طالبان مشران چې هم نه غواړي چې د دغه حکومت سره د کښېني خبرې وکړي دغه حکومت په رسمیت وپېژني هغه عمده مسله چې ده په افغانستان کې د طالبانو غوښتنه د یو نوي حکومت راوستل دي حکومت د دې منظور دا دی چې اشرف غني او سالی او دا نور شان دي په قدرت کښې نه وي او حکومت بیا بانې کوي چې باید اول اوربند وکړو اوربند چې وسو خو نو بله خبره خلاص سوله راغله نو جنګ ولې دی دا دواړه متضاد شان دي دا چې ریحاس صاحب چې باید یو بل قوت راسي او بیا یو عملي کار وکړو قدرت نور خلک واخلي دا خو مشکله خبره ده په داسې اوسني شرایطو کې دا چې یو ډیموکراټیک ټولنه رانیسي هلته خلکو ته واک ورکړل سي انتخابات ونیسي په شفافه توګه انتخابات موږ وکړل د جمهوریت تر عنوان لاندې هغې څه وسوله د 15 میلیونه نفوس په افغانستان کې دی 15 میلیونه یې د رایو شرایط لري په ټولو کې 2 میلیونه اشتراک وکړي 1 میلیون و عبدالله ته 1 میلیون اشرف غني ته هغه هم اکثره یو جعلي دي داریانا افغانستان تلویزیون مهربانی وکړئ سلام علیکم هوتکی صاحب خوب هستین وعلیکم السلام مهربانی وکړئ صاحب مهربانی وکړئ رئیسی امی پترام امی عبدالله امی امرالله صالح بسیار کار خوب کرد این خودش هم که در زیر امو چیزا میکرد زیر امو کانکریت های سمیتی بسیار خوب بودی بسیار خراب آدم است هم وطن پرچمی است هم افغانستان غیر فدرالیزم و خراسانی و این چیزا رو انداخته بین مردم اینمی ای با داره بله بله نه این با چندان آدم نیست آقا من می هم شیرین میگم من خواهم این ربانی رو میدیم همی حکومت هم دیدیم و می خدا غیر این همی طالب که چاره از این همی دولت کنه این همی طالب بیایی که این همی رو بکشه این همی رو به غیر از اون هم ببرای این یا پیسه رو نیده بودن سابق این چیزا رو دارایی و یا رو نیده بودن یا رو به چون مزا دادن با خود هم یاد تاشد اون همون طالب در پیر از یا میفهم که بیا یا رمت از همون چرخیش هم بکشد پرسند در پرچرخی از این هم یا پر کنن عدم سر عبداللهش تا کرزهش تا کل از یاره کنمت پرت در چیز با دوی اگو چیز کنن انتخابات دیگه چاره نداره این بیویجان ها بغیر از این دیگه امکان ندارد هر کدام از یاره بیمیره میلونر شدن میلونر پنج پنج اونا زن گرفتن از ما فقر میمره او هم شده تو چی دی؟ تو این گبه میدونی که نه همیا باشه نه باشه اونا نگفتن یک شش تا از یاره نمیت بسه نجدیر گو و را حویزان کنه در چار گرده کابل بود از این نوع اسلام میشه در غیر از این به خدا دیگه یا تا 20 سال دیگه نمیت اولاد تو رام اولاد مرام برادر تو رام کل مرا کشتا میره تشکر مرا به خدا وزید زیده باشه نه و همشهره نگفته که حکومت باشه
باشه اونا مخالف همین حکومت هم هستن، از طالبان هم هستن. ولی گپ شما، ما اکثر دوستانی که میشناسم از طالبان طرفداری میکنه، عین گپ شما رو به من میگه. میگه اگر قدرتی که میتونه که همین جنگ سالاره و اینی کسایی که فرند قدرت هستن، یک جگر نداره که نراز بین ببره، همین طالبان است که نراز بین ببره. ولی باز من طالبان رو بسطور باز بین ببره، مشکل دیگه پیدا میشه. بله سلام علیکم مهربانی خوشت. مهربانی افیسر، مهربانی کنسر، تلویزیون بله مهربانی حیوان صاحب است، مهربانی همه تلفون تن خاموش کنیم. بله تلفون تن خاموش، گپم نمیزین کلتون خاموش نمیکنین. خب آرتر چی، ما پنج دقیقه دیگه وقت دارم، پروگرام ختم میشه. مشکل همی هست دیگه، در مورد پدرام همی بیادری ما رسم میگه. پدرام یک شخصی بسیار موزیر است در افغانستان، اینا همی تبیزات زبانی و نسانی و سمتی را به وجود آورده. اینا خود افغان نمیگه، لهجه از ایرانی است، طبیعت از ایرانی است. یک کسی هست که در افغانستان یک به نام خراسان یک چند نفر جمع کده و در بین افغان ها در بین برادرها تفرقه بیاندازه. ما هم شدیدا بله سلام علیکم پدرام مخالف است. علیکم متکزر سلام سلام بخیر، شکر سلامت پیتاس جوړ است، بخیر سره شکر استاس مهرباني وکړه کور بخیرات زنده اوسه. دا وتم د انتیاک خبر کوم او دا وجانه مهرباني وکړه، مهرباني وکړه سلام شکر دی چریب درخونه چیزی که خبری سر وقت زبا تلویزون که ایم نستا آواز گره خلق آوز داو جانا در بزر تلیفون در بکم بس آبی آورست تلیفون تو بخشان اخوال ما چور خبری که شکر دا زمای و دوستی داو جانی آزمینی میجی دا زموش پشار کشمند کی نو دا غشتا چیما سر ادبات نوی کال پاک خبری وکی پاتر چیب نو دا خبرې دې په قدرې دې کې نور وخت لرمه. دلته مخکې کیوان صاحب ساسي او زنګ رالی خبرې مو ونه کړلې، نو بیا که خبرې کوي درې دې کې وخت لرمه چې بیا د خبرو څخه پاته نشي. په ارترچپ دا خبرې ستا نو په افغانستان کې هر کم خلک شته، ځینې متعصب خلک دي، بعضې متعصبین اصلا ما داریم در افغانستان داریم، خود یې تعصب داره، بعض دیګره را میږه که شما تعصب نکنین. یا فرضاً همین پاشیزم میږه پاشیزم اینا بسر یک روز سر از گپ میزنیم که هدفی از ما پاشیزم چی هسته، یا اینمی قبیله و قبیله گرایی مردمیش کدام مردم هسته. اینمی بعضی اشخاص هست و افراد هست که در بعضی جملات بعضی اقوام توهین و تحقیر میکنه با امی الفاظ و با امی اشخاص با امی الفاظ و با امی جملات. اینمی گپ هسته که امی آقای پدرام یکی از ابو اشخاص و افراد هسته. دیگه بیا هم در گران رور انجینیر صاحب پیلوت کپتان صاحب حسین پرمیلن تشکر کوم، او انجینیر صاحب چې شما را گرفتم خان آباد دوستان لطفاً د دې پروګرام سره خپل مادي کومک وکړي، دغه برنامه ستاسو په کومک ستاسو په پاملرنه سره مخ ته ځي، نو ستاسو کومک ضروري دی. نور نو زه فکر کوم چې وخت پوره دی، در بلې جمعې پورې چې د سهار پورې 11 بجې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، پر لوی الله مو سپارمه. خبرونه تکرارن نن ماشام پورې ولستیم بجې د کالیفورنیا پر وخت باندې بیا نشریږي. په دې هیله امید چې موږ وکړی سو چې په افغانستان کې سوله راسي، ارامي راسي، پرمختګ راسي او نوي فکرونه راسي. 2021 کال په نویو هیلو په نویو افکارو په نویو امیدو سره پیل کړو، د ورورۍ لاسونه سره ورکړو. پخواني هغه تبعیضونه بې اتفاقۍ خوابدۍ د منځه یوسو. بله سلام علیکم اخیر لیندی. بله سلام علیکم متشکرم صاحب. پخوا اول خو زمین کال بیام تاسو ته هم تاسو ته مهربانی بول هر چا ته ما ته هم تاسو ته ټولو دوستانو ته تبریک وایم او صاحب نیز فامیل ته وایم. دغه ابتدایي سړی چې څوی لکړې وي له سلګني ګیلاس وي لکه زه پخوا مې د تلیفون ګیلاس واخه
کتلی می چه تا سره دستا برنامه تاو شد که اقا علم بپنی مناغلی دوست و جهر خبری کهو چه تاو نوی چه طالبان باید کلو تاو رسی او دا غرغای کی داخل بتاو دا پر مغی ارتباط پانتی کنید تاو سره کنکت شو او ارتباط می قائم شو نو مذراب غارم دما پلان ننو ولی نیخوشحال شو بچه تاسو می روانی و کولا و تاسو تبی بیاد زنگ و آخه و کل اقا وزیفه می تبی اندازه پوری که ادام می ده ادام می کرا زن استاسو موافقه بواه ما موافقه و شروع وصی ملد استاسو به در برنامه نه در برنامه چه دخل گواه دهی صدای مردم دهی حمایت کهی او تاسو بی طرفانه عالمانه او دیر پا منطقی ده و المحکی زی طول مستان ده ترم لگمه قطع نظر دی چه صوب چه دچا حمایت کهی په هیچ چه رونده تومت نلگم تشکر جوانده باسه سلامت باسه که وان سموترم کور بدن خانه بعد شو شد که وان سلام راوی چه تلیفون نلی چه بگیلا ونه که تشکر از پریدونجانی پا پل چه دقیه و دکه مات نور مخلاقی ده گران رور پستودوی مرکزی کشیدی ارشاب ارشاد جان فرهاد مننه تشکر خان آباد بیا هم سایسخ مننه تشکر کومه خبرونه ختم اسوله بل جمعه انشاءالله که ژوند بیا هم د ساعت پر ولس بجه د کالپونیا په وخت ستاس په خدمت کیمه او په اخر کې بیا هم د ګران او محترم رور نبیل جان غمین مسکینیار مننه کومه او د نوی کال مبارکي ورته وایم چې دغه زمينه مسايده کړې ده چې تاسو سره په خدمت کې ما نبیل غمیل مسکینیار زموږ د ګران افغانستان یو پیاوړی ژورنالیست تحلیلګر او یو وطن دوست شخص دی احترام ورته لرم مسکینیار صاحب خانه آباد همی زمینه را مساعد کردین تشکر سال نو عیسوي 2001 به شما و فامیل محترم شما تبریک میگم د خدای په امان ورځ مو په خیر